2452500 بفرمایید. این چیه؟ قسط آخر خونه، میخوام شما تصویهش کنی آقای مهندس. حالا بذار ثبت نام خونه دو تا کلاس بره بعد بهش بگو آقای مهندس. حسن جان از همین الان برای ما مهندسه، گفته باشم از این به بعدم به غیر از مهندس کسی بهش بگه با خودم طرفه. آش برادر آقای مهندس بریم، خودم میریزم به حساب تمامش میکنم. برو مراقب مامان باش، هوا سرده، زود برو خونه. خدافظ. مواظب باشی. آره فسقلی واسه ما بزرگ شده، آقای مهندس شده. اوه خدا رو شکر، ولی دو تا شیرنی افتادیم پس دیگه. چشم شما فقط دعا کن فردا رسیده قسط آخر خونم بیاد دستم، خیالم راحت شه، دو تا شیرنی مشتی هم به شما میدم.
واقعا من با دوتا شیرینی و چهار تا بستنی قانع نمیشم ها، من یه نهار مشتی میخوام. آره گفته باشم من مخلصتم هستم حسن جان. یعنی واقعا برای این همه اتفاقات خود که افتاد نهار که چه عرض کنم باید یه هفته ولیمه داد. واقعا خدایا شکر سر پا شدن دوباره تولیدی و خرید خونه و تسویه حساب همه بدهی ها و دانشگاه رفتن حساب، هر کدومش بعد یه گوسفند کشت. واقعا حسن فکر نمی کردم بعد فوت آقا جون و اتفاقاتی که افتاد بتونیم دوباره رو پا باستیم. شکر که تونستیم. منم به عشق نهار فردا تخته میرم، تخته بر میگردم تا فردا زور نهار در خدمت هست باشی. سب کن ببینم، ببین اگه دوباره شروع کنی اصلا نهار مهار خبری نیست. شوخی کردم بابا، ترسو من که تون رفتم که دفعه دوباره هم باشه. تو گه دون رفتی؟ تو گه آروم میری با این دست فرمون شاهکاره. حالا این دست فرمون رو من بد شد دیگه. چونه مهران؟ چی؟ زنگ زدی اورژانس؟ خیلی خوب اومدم. مهران بودو بیا پایینم بیا. باشه اومدم. بابا شرمنده تو رو خدا ببخشید، من فرمول نداشتم وگه نه وظیفه است. وظیفه است مهران جون. خوش بده من خودم. بارون اومده زمین خیسه. ترسیم وقتی یهو بزنیم به کسی حواست باشه. چرا بارونی هم داریم؟ این بارون چه معلوم نیست. کردی؟ بدبخ شده مهران. مهران آدم بود. بذار من برم ببینم چی شد. نه بگی بشین، بگی بشین. بری بدبختی. بری بدبختی. آمالا، درد! برگرد! 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 قرار نکن! آمالا! چی شد؟ برگرد! آمالا، برگرد! ببخشید دکتر جان چی شد؟ به خیر گذشت، حالشون خوبه. فردا صبح منتقل میشم. ببخش یه لحظه میتونم برم ببینمشون دکتر؟ الان نه، فردا صبح. دست شما درد نکنه. خیلی آقای عزیز. خانم
حسام تموم شد؟ نه کار دارم هنوز. سویچو بده من برم داروخونه آمار بگیرم برگردم. بریم با هم دیگه بریم. نه نمیخواد تو بیای. تو برو خونه من بهت خبر میدم. بده من سویچو. نگران نباشی. سلام آقای دکتر. سلام. خوب هستی؟ مرسی. ببخشید مزاحم میشم. این داروها رو اگه زحمت بکشید. بله. ببخشید آقای دکتر، این چند ساعت پیش که من اینجا رد می شدم یه تصادف شده بود سر خیابون، یه ماشین زده بود به یه بنده خدایی. البته من خودم مریض اورژانسی داشتم و وگرنه وای می سادم کمکش می کردم. چی شدش این؟ چه بلایی سرش؟ والا بنده خدا یه 20 دقیقه بود که داشت جون می داد. تو آمبولانس هم بیاد دوام نیومد. ما هم نتونستیم واسش کاری بکنیم. بی وجدان یه جوری بهش زده بود که اصلا از 10 جا خون ریزی داشت. ای بابا. بعد مرد؟ بله متاسفانه. چه میشه کرد آقا؟ جوونم بود، 22 سالش بیشتر نبود. باز اگه خودش وایساده بود میرسوندش باز شاید زنده میموند. بعدم زده بود بهش. چی بگم والا، بعد دور زمانه این شده. حالا شاید اون بنده خدا یه مشکلی داشته، مثلا پول نداشته، شاید ترسیده فرار کرده دیگه. پول نداشته چی؟ الان این روزا همه بیمه شخص ثالث دارن. غیر اینه اصلا گیرم هم نداشته باشن. انسانیت حکم میکنه شما وایس اینو برسونی، جونش در خطره. الو ببین من تو داروخونم الان نمیتونم باهات صحبت کنم، بهت زنگ میزنم. آره الو زنده است؟ آره نه الان تو داروخونه بودم، به جون مهران دارم میگم، دروغ ندارم بگم. نه من باشون صحبت کردم، فقط مثل که یه چند تا شکستگی داشتش. آره خدا رحممون کرد دیگه. آره خدا خیلی رحممون کرد. فردا یه سر بیه تعمیرگاه با هم اونجا صحبت میکنیم. آره باشه
خدافظ. آره داداش درست میشه. من نمیدونم چرا اینطوری شده. بیهوزش پریده بود. درست کردم زدم جا برام. دست درد نکنه. برو دو تا بزن ببین چی میشه. روشن میشه. درست شو. بزن. خوبه بیا درست شو. دست درد نکنه خودت. خوبه دارم داداش. شفا بکش بهتر شد. آقا زحمت نکش. بذار من خودم جمع میکنم. نه داداش جمع میکنم. آ ببخشید من این رفیقم اومد شما جمع کن الان برمیگردم ببخشید. سلام خوبی داداش. ببخشید دستم کثیف بود. دست در نکنه. سلام خواهش کنم قابل نداره دیگه درست شدش. اگه دیشب زنگ نزده بودی خبر زنده بودی نشون ندیدی تا صبح خوابم نمیبرد. آقا این حرفا چیه بابا؟ شما اگه مادر ما دیشب نبرده بودی بیمارستان که ما الان بدون مادر بودیم که داداش. از اون که قابل نداره که اون صورتی که من بهش زدم تقریبا زنده بودنش معجزه بود. تا صبح خوابم نمیبرد. همین که زنگ زدی بهم گفتی از خوشحالی خوابم نبود. یه جورایی حس داشتم مرده. باید جبران کنم. نمیخواست فعلاً جبران کنی. داستانو بی خیالش شو بذار آبا از آسیا بیفته. بعدن یه فکری راجبش میکنه. تو هم با منه دیگه. دست شما در نکنه ما رفیق نیمه راهیم. این هست. بعدم این ماشین الان ورده بذار تو پارکینگ تا مسعود نیومده زایشین. ببینم مامانت که چیزی نفهمید از این قضیه. اصلا بیدار نشد. قرص خورده بود خواب بود. متوجه رفت و اومدم هم نشد. تا شب هم بیرون نمیره. یه سری کار داره باید تحویل بده خونه است. خوبه. مامان تو چطوره؟ خوبه اونم. امروز بعد از اون میرم ملاقاتش. خوبه خوب؟ آره خوبه خوبه. قربون لازم نداری؟ نه داداش قربونت برسم. لازم داشتی بگو. تعارف نکن. حتما. چشم. شب بعد از اون باید بیام ملاقات. زحمتت میشه. جیگر دست در نکنه. فقط ببین حسام جان یه لحظه معذرت میخوام این صاف کن نقاشه اگه آها حل بدم صاف داش دمت گرم. دست در نکنه میشه. قابل نداره. 150 تومان. خیلی خوب. موک 150 داش آخرین بار شمردم 153 بود. حالا این 150 بهش مرده باره. قابل نداره داداش. دست در نکنه قربون دست. نمیشه. فدات بشم دست شما درد نکنه. دوستش خیلی ردیف شد. فقط اینم داغیاشه دوستش. داغیاش واسه بایدم نیام. سوئیچ روشه؟ آره روشه. اصلا نکنم مرمونت موازه باشی که داری میریم مبارکه دیگه خونه کمپلت برای خودتون شد دستتون درد همینجوری خشک و خالی بی معرفت لاغر یه شیرینی برای بچه‌ها میآوردین شما بفرمایید چی میل دارین من در خدمت شما بیار ما دو تا شیرینی خشک و خالی هم وانه چشمم میام داداشم خودش بیاد خدمتتون حتما خب حسن جون دستت درد نکنه برو استراحت کن خسته ای خودت هم که چشات داره میره آره حالا برم یه ذره کارا رو مرتب کنم یکی دو ساعت میرم میخوام شب دارم میرم امامزاده داوود منم دعا کن چش فعلا خداحافظ آخ قربون مهندسم برم بچه ها امروز ناهار همه مهمون من و آقای مهندسیم املت یا لوبیا این منو خدمت شما هر چی دوست داری سفارش بدی هر چی؟ هر چی دو پرسم میشه؟ سه پرسم میشه فقط بپا رودل نکنی یه وقت جان این بچه های بانک هم شیرینی میخواستن چشم اونو فردا صبح خودم میرم پیششون فقط داداش سه پرس غذا بگی برو خونه میخوام امروز نهار با هم باشیم من چند تا سفارش دارم میرم میدم زهر خونم خداحافظ خداحافظ امون منو بریده مادرم هم باید برین پیگیری کنین دیگه چشم مادر وقت نمی کنم که این همه کار ریخت سرم تو دیگه چرا این حرفا میزنی اینا بهونه است اینا بهونه است خب نگفتی این سوروسات امروز برای چی بوده چشم عرض میکنم
اول اینکه قبولی دانشگاه برادر عزیزم. آسم چطور؟ داداشی خوره سرم درد میکنه، امروز کار زیاد داشتم. بله سرش درد میکنه جناب آقای مهندس. مبارکت باشه مادر. مادر نه مامان، آقای مهندس. قربون این مهندس کوچولوی خودم برم. لطف شما آقا داداش بود. قربون. خواهش میکنم. ثانیاً رسید قسط آخر خونه خدمت شما. تمام. همین امروز فردا سندش آزاد میشه. دستت درد نکنه مادر. الهی یه روز دامادیتونو تو این خونه ببینم. حالا اونم همین روزا در خدمتون هستیم. با اجازه. ببینم جدی گفتی؟ اگه خدا به خدا البته کسی هم بیاد برام خواستگاری بله. الهی من قربونت برم. مگه مادرت مرده؟ خدا نکنه مادر. خودم دست برات بالا میکنم. اول برای تو بعدشم برای حسام جونم. آقای مهندس. مادر چرا غذا تو نمیخوری؟ یخ کرد. مادر میل ندارم. عدالت هنری با میزبانی شهرستانی ها مقابل سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قرعه جشنواره ملی فیلم رضوی رو به نام نیشابور زد. مقابل سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سفری چند ساعته به شهرستان. یکی از سیاستایی که ما تو معاون سینمایی بخشی از فعالیت شبتون بخیر. لطفا مدارک ماشین اصلا نباشید. اتفاقی افتاده؟ سرش بودیم در وسط شهرستان مشاهده کشور بودیم. جناب سروان ببخشید، مثل اینکه مدارک و منزل جا گذاشتم، همراهم نیست. ماشین برای خودتونه؟ بله بله. خوشبختانه مرکز سیاره 5 مرکز ما در موقعیت اضطراری اعلام شده هستیم. مستعذر باشید برای جشنواره فیلم رضوی که انشاءالله قراره با 129 ایران 66 رو استعلام کنیم. کد 17 منتقل بشه مرکز. بفرمایید پایین. بله اتفاقی افتاده؟ بیایم بریم کلانتری مشخص میشه. آقا چرا جناب سروان چی شده مگه؟ داخل کلانتری مشخص میشه. اتفاقی افتاده جناب سروان؟ بفرمایید. سلام علیکم. خسته نباشید. حال شما خوبه؟ سلام علیکم. آخه چرا اتفاقی افتاده؟ یه موردی به ما اعلام شده، میریم کلانتری مشخص میشه. موردی؟ چه موردی؟ بفرمایید سوار شید. من در خدمتم. ولی چه موردی آخه؟ بفرمایید اونجا مشخص میشه. جناب سوار ماشین هدایت کن کلانتری. آخه من اصلا آدمی نیستم که بخوام موردی داشته باشم. بفرمایید. بله سلام داداش. چی؟ کلانتری؟ سر چی؟ الو مهران سلام. مهران مسعودو گرفتن الان زنگ زد. برای چی؟ چی گفت مدارک ماشینو بردار بیار. مدارک ازش خواستم همراهش نبود. چیز دیگه نگفت؟ نه هیچی نگفت. نگران نباش چیزی نیستش. ببین این شبا تره نیرو انتظامیه، حتما مدارک چیزی نداشته گرفتنشون. برای تصادف نباشه. عمران داداش من عمران
برای خود علکی داستان درست نکن. اون شب نه کسی تو رو دیده، نه کسی پلاک ماشین تو برداشته. اونم میشه کلانتری مثل بچه آدم. انگار نه انگار مدارکو بهشون میدی، ماشین آزاد میکنی میای بیرون. مگه اینکه دیگه خودت برای خود داستان درست بکنی. آها آرومتر، اینجا مریض خوابیده، اگه میخواین تلفن صحبت کنین تو حیاط. تو دیشب ماشین از جاش تکون نداده دیگه نه؟ نه با من بدون اجازه شما دست رو ماشین نمیزنم. سویچم به کسی ندادی؟ چرا باید سویچ به کسی بدم؟ نه حسام مطمئن باشم. چه حرفی میزنی داداش؟ من بدون اجازه شما تالا کاری کردم این دومین بار باشه. خیلی خوب، پاشو برو خونه، به مامانم هیچی نگو. خب بگو شاید شب دیر بیاد، شاید هم نیام. اگه نیومدم فردا زنگ میزنم. حسام پول داری جیبت؟ چیز نمیخوای؟ نه برو. خدافظ. بلاش. حالا نمیخواد به دلت بد بیاری. دو تا شاهد جور میکنیم بیان شهادت بدن که اون شب ماشین رو تو پارکینگ دیدن. همینطوری نیستش که هر کی بیاد یه شماره پلاک بده بگه آقا یکی زده به یکی فلنگ و وسط رفته. بابا کلی داستان داره، کلی چه میدونم نامه نگاری داره، از این حرفا داره. تنها کاری که تو باید بکنی میدونی چیه؟ هیچو گردن نگیری. آقا حسام سانعی اون شب تو خونه گرفته بوده، خوابیده بوده، ماشینم تو پارکینگ بوده. من نگران مسعودم. ماشین به نام اون. هی میگه مسعود. بابا اون موقع مسعود تو جاده شهرستان بوده، 10 تا شاهد داره. اینا اگه نتونن از تو چیزی بکشن بیرون، هیچ اتفاقی برای هیچ کدوممون نمیفته. آقا یک ساعت پیشم بهتون گفتم بریم بیرون صحبت کنیم، اینجا مریض خوابیده. باشه خانم، چش. بفرمایید. 100 بار که نمیگن که بابا چش. اتومبیل پراید زیتونی به شماره پلاک 41 یا 129 ایران 66 متعلق به شماست؟ بله. امروز ساعت 1 بامداد اتومبیل شما نزدیک چهارراه خورشید کنار دارخونه با یه آبری برخورد میکنه، متاسفانه آبر میمیره. شما چرا فرار کردی؟ با اتومبیل من؟ جناب صاحب من اصلا متوجه فرمایش شما نمیشم. فرار کدومه؟ من اصلا اون موقع تهران نبودم اون ساعت. پسر خوب منو دور نزن، بیمه شخص سالس شما 3 روزه که تموم شده. زدی طرفو کشتی به خاطر اینکه پول دیگه رجیب ندی فرار میکنی. جناب سرورم باور کنید، مثلا نمیدونستم بیمه ماشین تموم شده. این روزا انقدر گرفتارم مثلا حواسم نبود. الان شما گفتی دادم افتاد. خیلی بدم میاد که اینجوری به من دروغ میگه. دروغ کدومه جناب سرورم؟ من نمیدونم به چی قسم بخورم. بابا به پیر، به پیغمبر، من اون ساعت اصلا تهران نبودم. برادرم هم خونه 7 تا پادشاه داشته خواب میدیده، مادرم هم اصلا رانندگی بلد نیست. سویچ هم به هیچ کسی نداده بودیم خدا شاهده. باور کنید اشتباه میکنید، شک نکنید جناب سروان. اینا رو چی میگی؟ من میتونم یه تلفن بزنم؟ بله. بله. الو حسام. سلام داداش. سلام، فردا ساعت 9 صبح اینجا باش. نمیاد امشب؟ نه منو امشب نگرم داشتن. حسام. بله داداش. هیچی فردا میبینم. تمام شد.
مرکز 13. سلام داداش. سلام، خوبی هستم؟ حسام دیشب نخوابیدی؟ نه، چطور؟ زیر چشات بوده؟ نتونستم راحت بخوابم. چرا؟ اتفاقی افتاده؟ نه، همین که تالار کلانتری و اینا نیومدیم خوب نبوده. حسام تو حالت خوب نیست، چی شده؟ زوره چیه داداش؟ من چرا اینجا؟ چه میدونم؟ چه میدونی؟ همون قدی که خودت گفتی مدارک رو اینا گرفتن، همین. تو پریشب بعد از اینکه با حسن رفتم صافه چیکار کردی؟ چی داداش، رفتم خونه گرفتم خوابیدم. یعنی تو دیشب 12 شب به بعد با ماشین نزدی بیرون؟ به کسی هم ماشین رو ندیدی؟ داداش چرا من باید ماشین بدم کسی؟ من گفتم من بدون اجازه شما هم چیکاری نمی کنم. بعد انقدرم خسته بودم تو رسیدم خوابم بود. حسام با من رو راست باش، بگو چه اتفاقی افتاده، حداقل یه راهی پیدا کنم. با مطمئن باش اینا دارن اشتباه میکنن. همه اون چیزایی که گفتم همون بود. رفتم خونه خستگی خوابیدم، سویچ هم بهش کی ندادم. دوربین پلیس عکس ماشین انداخته درست لحظه تصادف. دوربین؟ بله دوربین. چهارراه خورشید ساعت 1 شب کنار داروخانه. عکسم واضحه، واضحه ها. الکی اگه ماشین دیگه است، پلاک ماشینو میشه خوند رقم به رقم. داداش حسام تو چه بخوای چه نخوای با این ماشین یه آدم کشته شده. تو اگه به من نگی چه اتفاقی افتاده من نمیدونم چه جوری میتونم از خودم دفاع کنم. چه جوری؟ کی گفت مرده؟ بازپرس. 20 دقیقه جون داده تو خیابون تا اورژانس بیاد تموم کرده. فکر نمیکردم کسی بمیره داداش. آروم باش، قشنگ برام تعریف کن ببینم چه اتفاقی افتاده. مهران بهم زنگ زد گفت مامانم حالش بده، اورژانس هم دیر میاد، ببریمش بیمارستان. خیلی بارون میومد، ولی داشتیم سری میرفتیم چهارراه رو، یهو نمیدونم چی شد، خود مهران هم نفهمید، برگشت میدیم یکی افتاده عقب. گفتیم اگه بمونیم درگیر میشیم، مامانش هم حالش بد بود، رفتیم. به غیر از مهران کسی دیگه هم میدونه؟ فکر نمیکنم مامانش حالش بد بود، بیهوش افتاده بود عقب. مامان چی؟ چیزی فهمید؟ رفتم خونه دیدم قرصاش بغلشه، خواب بود، اصلا نفهمید ماشین رو تکون دادن. با مهران صحبت میکنی بهش میگی اون شب به تو زنگ نزده، همون ساعت خواب بودی، تا دیر وقت با من تولیدی بودی، با من میای خونه میگیری میخوابی. خب بعد من یه سری وسایلم دوباره میذارم تو ماشین، برمیگردم تولیدی که جنسایی که بعد میفرستادیم شهرستان آماده کنم بفرستم، که تو شهرهای خورشید تصادف میکنم با این نفر. فهمیدی؟ با تو هم. با این اتفاقی که افتاده اینجوری باید چند ماه بری زندان، شاید یه سال دو سال نمیدونم، از درس و زندگیت میفتی. این همه ما با هم زحمت کشیدیم که تو بری دانشگاه، اینطوری همه زحماتم به باد میره. من گردن میگیرم، هرچم اصلا دوست ندارم پشت میلای زندان ببینمت. در ضمن چه تو گردن بگیری چه من هیچ فرقی نمیکنه. بعد یه اون بابا رو عجیب بدیم، میدونی چرا؟ چون بیمه ماشین تموم شده بوده. بیمه به من زنگ زدن گفتن تایم بیمه تون تموم شده. یادم حسام خستم کردی. بناشو برو، به مامانم هیچی نمیگی، خودم به زنگ میزنم، نباید حقیقت رو بفهمه. برو گاف ندی حسام.
ببخشید باش. خیلی خوب، خیلی خوب، برو برو برو. محترم خود با شما صحبت کنه اجازه است؟ بیارش تو. سلام. امن رئیس رئیس. بشین. من بودم. هر اتفاقی که اون شب افتاده بنویس. سلام عرشد. صدفان عدلی هستم از کلانتری 115. بله، زارب پسرتون اعتراف کرده. برای روز دادسرا حتما باهاتون تماس میگیرم. پرونده باید تکمیل بشه. بله، نگران نباشید. دو سه روز دیگه انشالله. خدا نگهدار. حسام جان، مادر بیا شام. من بیرون خوردم ماما جان، شما بخور، میل ندارم. مادر بیا شام تو بخور بعد بگی بخواب. مامان جون میگم میل ندارم دیگه، بیرون خوردم. چته مادر، تو چرا انقدر پکری امروز؟ هیچی مادر جون، خیلی خستم. خب حقم داری، امروزم برادرت نبود بهت کمک بکنه، خسته شدی. میگم کاش که به این حسن میگفتی میمد دنبالت، میبردت بیرون، یه خود حال هوا عوض میشد. مسعود زنگ زد. چرا زنگ زد؟ گفت کارم طول کشیده، یه 4-5 روز دیگه میام. حال نمیخوای شام بخوری تو؟ پس من شامتو میذارم رو گاز مادر. هر وقت بلند شدی از خواب گشنت شد، گرم کن بخور. دست درد نکنه، فقط مامانم داره میرین چرا خوابشون خیلی خوابه. باشه عزیزم، بخواب مادر، شب بخیر. سلام آقا. نهی بردنش؟ هنوز که خبری نیست. کار قیاسی هست. این آقا متهم پرونده ماست؟ بله. چیکار کردی؟ چی میزنی تو کلان داری؟ بابا میکشمه. بابا میکشمه. بادیگارد. استاد. بابا ببینیم بابا. اون دلکی. آقا واسه دادن دیگه.
اولش که گفتی تهران نبودم، تو جاده بودم. دروغ گفتم. کجا میرفتی اون ساعت شب؟ میرفتم تولیدی، یه سری کار بعد آماده میکردیم میفرستادیم شهرستان. سرعت چرا انقدر زیاد بود؟ عجله داشتم، کارا مونده بود، به مشتری قول داده بودم بعد قبل از صبح میفرستادم. چرا فرار کردی؟ ترسیده بودم. آخه بی معرفت نامرد، وای میستدی میرسوندیش بیمارستان، بچم نیمزد جون کرده رو زمین. آقای قاضی، بچه من از خون ریزی ماند، اگه این بی وجدان میبردش بیمارستان الان بچم زنده بود. آقای قاضی باور کنید من پسرشون رو ندیدم، یهو پرید جلوی ماشین، تاریک بود اصلا دید نداشت، من اگه سرعتم هم کم بود نمیتونستم کنترل کنم. این حرف رو نزن نامرد، من خودم 30 سال راننده، تو حداقل اگه سرعتت 50-60 که بود میتونستی ماشین جمع کنی، بچه من نمیمورد، خورد و خمیر نمیشد. بیمه هم که نداره ماشینت. آقای قاضی من نمیدونستم بیمه ماشین تموم شد. سرباز بلا بابا دست من بزنید. تکلیف من چی آقای قاضی؟ زندان. حاج آقا این آقا قاتل بچه منه، من اول میسپارمش به خدا بعد به شما. حاج آقا من از خونه بچه‌ام نمیگذرم، من از خونه بچه‌ام. خواهش میکنم خواهر من، هر چیزی قانون خودشو داره، اجازه بدی قانون خودش کارشو انجام بده. شما از پسر ایشون شکایتی دارین؟ چه شکایتی حاج آقا؟ تازه ایشون شاکی هم شده. پسر شما با ایشون درگیر شده، تهدید به قتل کرده. حاج آقا من شکایتی ندارم آقای قاضی. ببرش. سلام ماما. سلام مادر. کجایی؟ دادسرا. دادسرا؟ ماما الان نمیتونم توضیح بدم، من همین دادسرای سر محلم میشینم. یه دقیقه اینجا. تو کی برگشتی؟ دادسرا برای چی؟ گوش کن مادر من، من اجازه میکنم. چشم اینجا نمیتونم درست صحبت کنم، اگه میشه شما فقط یه لحظه بیا اینجا. آخه چی شده؟ شما بیا تو برات بگم. خیلی خوب اومدم. داداش چیکار کنیم؟ هیچ، بریم. خب یه کاری بکنیم دیگه. اینجا هیچ کاری از دست شما بر نمیاد. بریم به کار زندگیتون برسیم. اینطور با مامانم راحت‌تر صحبت می‌کنم. آقا مسعود، اگه کاری هستش من در خدمتتون هستم. دست درد نکنه، هیچ کاری نیست. تنها کاری که شما باید انجام بدین اینه که یاد قول و قرارت باشی. خب، چشم. خاطرتون جمع بشه. نشستم، اگر کاری داشتی تحتم صدا میکنی. ممنون بازی. مادر الان چرا داری شما گریه میکنی؟ باید صبر کنیم تا روز دادگاه ببینیم حکم چیه. خدایا خودت رحم کن، خودت کمکم کن. حالا چه حکمی میخوام بدن؟ چه میدونم، احتمالا چند ما زندان و دیه. مادر من تو زدی آدم کشتی، فقط چند ما زندان همین؟ از
قصد که نکشتم، تصادف بوده. برای پدر مادر اون چه فرق میکنه؟ چه از قصد باشه چه تصادف، ولد نمیکنه. مگه دست اوناست مامان؟ هر چیزی قانون خودشو داره. قانون میگه تو بزن یکی رو بکشی، یه خانواده رو داغدار بکنی، چند ماهی هم پاش بری زندان، همین؟ ای بابا، خوب شما قاضی من نیستی بابا. اون مادر الان داغداره، تو فکر میکنی اگه یکی تو رو میزد میکشت؟ من از حقم میگذشتم؟ اونم مثل من مادره. مامان، تصادف بوده، از قصد که نکشتمش. پدر کشتگی که نداشتم به بچه مردم، تصادف بود، اسمش روشه. که این اتفاق افتاد همین چند شب پیش. تو که شنبه اومدی خونه اینقدر سرحال بودی، گفتی، خندیدی، یعنی بچه‌ای که من با خون جیگر بزرگش کردم اینقدر نامرده. آقا پاشو بریم. پاشو. کجا میبریمش؟ زندان. تا کی؟ تا وقتی که وثیقه بیاری. سرکار ببخشی یه لحظه. مادر، گوش کن ببین چی میگم. فردا صبح میری بانک، میری پیش آقای حسنی، سلام منو بهش میرسونی، میگی مسعود گفت نامه فک رهنو بده. نامه رو که گرفتی میبری دبیرخونه، سند آزاد میکنی. یه چند روزی طول میکشه تا سند آزاد شه. تو این فاصله اگر کارت بگیر رو گرفت خورد، به حسن سپردم، زنگ بزن بهش. خب منو نگاه، نگران نباش. مامان، ثبت نام حسام فراموش نشه. آوریم. خب با رئیس صحبت کنم. بفرمایید، خواهش می‌کنم. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. سلام. از اتفاقی که شنیدم برای پسرتون افتاده واقعا متاسف شدم. البته مراحل فک رهنی مقداری زمان بر هستش. منتها مورد شما چون خاص هست، من با آقای حسنی سفارش میکنم که انشالله هرچی سریعتر بتونن کارشون رو انجام بدن که برید و انشالله دفترخونه سندتون رو آزاد کنید. دستتون درد نکنه. خیلی ممنون. حسن جون داداش، بشین بریم. بفرمایید.
امروز با امید خدا آزاد میشه دیگه نه؟ نه مادر، یه چند روز زمان میبره. ای آقا شما گفتین سند آوردیم دیگه. پسر خوب، برادرت آدم کشته. پسر من، آخه اون که عمدن این کارو نکرده که، اتفاقیه که افتاده. میدونم مادر تصادف بوده، ولی به هر حال یه نفر مرده. نمیشه یه شبم که زندان نرفته با وثیقه بیارنش بیرون. بعد این سند بمونه، ارزیابی بشه. انشالله یک دو هفته بعد آقا پسرتون هم آزاد. یعنی دو هفته طول میکشه؟ حالا ما تلاشمون میکنیم زودتر این اتفاق خدا بود. خیرتون بده. من بچه‌م تا حالا رنگ کلانتریرم ندیده. اصلا دوست ندارم بره زندان. ببخشید من ملاقاتش میتونیم بریم؟ آره امروز روز ملاقاته. اگه زود خودتون رو برسونین بکنم بتونیم ببینیم. بریم میخواید زودتر بریم حاج خانم بفرمایید. بریم تا دیر نشه. ممنونم. ای بابا داداش من سوت هنوز طولکی؟ ای بابا داداش من حواستو جفت میکردی دیگه چایی بزن ببینه هر حالا ما از عمد زدیم تو چرا ایرونی؟ آره حق با توه باز حواستمو جفت میکردم برسون. زنده باشی مادر. تو برو به کارت برس حسن جان. کاری ندارم وایسادم دیگه. شما هم امروز از کار زندگی افتادی. برو مادر ما خودمون برمیگردیم. کاری ندارم. همه کارامو انجام دادم. برید من منتظرم. برید. دست درد نکنی. اصلا برید. بریم مادر. مثلا اومدی به من روحیه بدی؟ کاش کور میشدم و تو رو اینجا نمیدیدم مادر خیلی سخت چشم اگه اینجا مامان زندانه دیگه این بندهای خدا مثل من چه خبر؟ هیچ سند رو گذاشتم قاضی گفت تا چند روز دیگه آزاد میشه به همین زودی؟ چون فهمیدن چی شده کارهای اداریش رو زودتر انجام داد خب پس دیگه حله چرا گریه دارین میکنین؟ چند روز دیگه بیرونم دیگه انشالله مادر انشالله مامان الهی من قربون اون عشقای چشمای مهربونتون برم گری نکن یه نگاه به گذشتم بکن ببین کجا بوده که خدا صدامون رو نشنیده باشه کجا بوده که تنها گذاشته باشه تمون کجا بوده که ولمون کرده باشه به امان خودمون این بارم مثل همیشه حتما حکمتی داره من نگاه کن صبوری کن مادرم خب حالا گوشی بده اون آقای مهندس الان وقت ملاقات تموم میشه باشه مادر از من خداحافظ مواظب خودت باش حسام جان چه کارایی خجالت بکش آقای مهندس آقای مهندس خجالت بکش وقتی من میگم مثلا تو مرد خانواده ای یا اینطوری میخوای هوای مامان داشته باشی ببخش داداش منو ببخش این کارا رو کنی نمیبخشم تا
به همین زودی یادت رفت قول و قرارمون؟ آره؟ تو چشمای من نگاه کن داداش؟ تو چشمام نگاه کن؟ سفت باش، محکم. من بهت قول میدم همه چی درست شد. خب، ثبت نامو چیکار کردی؟ دو سه روز دیگه داداش. خیلی خب، فراموش نکنی یه وقتا. حالا اگه من بیرون بودم که با هم میریم، اگر نه از اینجا بهت زنگ میزنم گزارش کار میدی، حواست جمع. داداش حسنم سلام رسون بهت، عذرخواهی کرد نتونست بیاد تو. خیلی سلام بهش برسون، از قول من ازش تشکر کن. حالا باش برو، مراقب مامان باش. دوست دارم داداش. عزیزم ببخش. متاسفم طبق نظر کارشناس سند شما نمیتونی به عنوان وثیقه قبول کنی. چرا؟ ارزش سند کمتر از حداقلیه که واسه وثیقه تعیین شده. من که این چیزا رو نمیفهمم. شما به ما گفتین سند بیار، ما هم سند آوردیم. ارزش این سند از نصف اون چیزی هم که قاضی نوشته کمتره. آقا ببخشید، ما الان باید چیکار کنیم؟ یه سند دیگه جور کنیم. ما که کلکسیون سند نداریم. میخوام ما یهو میگن یه سند دیگه جور کن. آخ ما از کجا سند بیاریم؟ ما که سند نداریم جز این. شما اجازه میدین من برم تو با خودشون صحبت بکنم؟ منم مثل پسر شما، به خدا فایده ای نداره. الکی خودتون رو معطل نکنین. یا برین یه سند جور کنین یا اینکه بمونه تو زندان تا موقع دادگاهش. زنگ میزنم سند خونه اونا هم اگه یادت نیست بام گرفتن گیره دیگه. دایی حجت چی؟ دایی حجت اون دفعه یادت نیست چجوری سنگ روی یخمون کرد؟ این سری فرق داره، زنگ بزنمش. اصلا خوب کاری کردی اومدی. میدونی چرا؟ چایی ما نمک نداره. پس شما درد نکنم، قربونت برم. یه چیزی بهت گفته باشم ها، ملکت داداشم بیشتر از 350 نمیارزه ها. خودتو بیش خود معطل نکن، من خیرتو میخوام. خودت گفتی بخر، ده بالاتر واسهت میفروشم. یه هفته است من ملکو خریدم 390، حالا بدم 350 نمیفروشم. نفروش داداش، مگه کف دستمو بو کرده بودم؟ من چه میدونستم بازار کساد میشه پاشنه به زمین میگذاره. اگه فروشنده باشی الانم مشتری 360شو دارم ها. نمیفروشم. خود داری. حاضرم برم گوشه زندان بخوابم، ولی به توی که میک نفروشم. شارلاتان مرد حساب، من خیر تو میخوام. حالا شدیم شارلاتان؟ عجله نکن. اگه میخوای بری زندان میکنم راشم نشونت بدم. آره بابا، خداحافظ. باش اومدی. کیه دیگه؟ بله. الو سلام داداش. سلام آبجی. یه دقیقه به وقت گوشی رو داشته باش. الو عباس، من سنگش کردم. آره تو 50 بده، 55 ببندیم. بالا بودش هم واسه تو محفوظه ها. برو ببینم چیکار میکنی. الو آبجی جون ببخش. داداش خوبی؟ ازم خانم چطورن؟ خوبم. آقا اوجه جونم، 60 ببندم 5ش به من میرسه؟ 55 ببندی 5ش بهت میرسه. ای بابا عمرن اگه بده، یه هفته نیست 390 انداختی بهش؟ میده، پول لازمه. دو دقیقه رو مخش کار بکنی ها راضی میشه. منتظر تمام. ببینم. باش. ببخشید خواهر، باز چی شده؟ یادی از ما کردی؟ والا مسعود داداش ای بی معرفت، همه بچه آبجی دارن، ما هم پسر آبجی داریم.
آقا جد پولت نقده؟ چی رینگ؟ پس علی ها بفرست. ای بابا الان همین جا بود. الو الو چی میگه ماما؟ اصلا اشتباه کردیم که زنگ زدیم، پشیمون شدم چرا زنگ زدم. میرم جایی الان میام. کجا مادر؟ آقا دمت گرم. چقدر تقدیم کنم؟ دست شما دادم. ده تومن. بفرم. ممنونم. خدا شرمندتم، تو که میدونی من سند مرد ندارم، یه سند خونه داری اونم گیر محسنمونه، اگه نواست میامردم. باش بخیال، باش بریم ببینیم حسن چی کار میتونه بکنه، تولیدی خودمونه. باش دادیاره گو سند خونه من که گیره، 5-3 سال دیگه هم قسط دارم. حالا ببینم چی کار میتونم. نگران نباش، منم به هرکی بتونم برات رو میزنم. مامان جون حالت خوب نیست؟ خوبم. طاهر خانم ماما زنگ زدی بهش؟ طاهر خانم مگه اون دفعه یادت نیست مادر برای یه تومن وام چیکار با ما کرد؟ چه موش و گربه بازی با مادر برد؟ وقت فکر میکنی برای سند خونه میاد برای ما پا پیش میذاره؟ آقا رحمان، آقا رحمان هم که گفت وام گرفتم، خونم گروه نمیتونم. حسن چی شد؟ اونم به چند نفر روزده ایش که جواب نده، همون هم مهران. من اونم چرا به هر کسم میگی میدونه برای چی میخوایم تن بدنش میلرز. این موقع ها باید یکی به داد آدم برسه که ایش که به داد آدم نمیرسه. سند خونه رو هم قبول نکرده. چرا؟ چه میدونم، میگن ارزش مالیش کمه مادر. منم هر چی این در اون در زدم نتونستم یه سند جور کنم. به دایی که چیزی نگفتی؟ نه مادر نه. اصلا شاید اینطوری بهتر شد، این تو که باشم زودتر دادگاهی میکنن تکلیفم معلوم میشه. شما هم انقدر زحمت نکش مادر من، من که خوب میشناسی با سند هر کسی بیرون نمیام. تا ببینیم خدا چی میخواد برمون مادر. تو این چند سالی که از خدا عمر گرفتم من میدم که آدم نباید تو شرایط سخت تصمیمهایی رو بگیره که بعدا ازشون پشیمون بشه. من نصیحت و ارشاد و این حرفا نیستم، خوشم هم نمیاد. بسام میدونم حال خوبی نداری، دل و دماغ نداری و به هم ریخته ای، ولی دلیل نمیشه دانشگاه تو بیخیالش. این روزای سخت میگذره، مسعود از زندان آزاد میشه و میاد کارگاه پیش خودم. ولی یاد نره فرصتهای خوبی که تو زندگی به دست میاری نباید به راحتی از دست بده. یاد نره برای همین قبول شدن چقدر زحمت کشه. تو درست میگی حسن جون، من حالم خوش نیست،
کاش دو دقیقه جای من بودی. دمت گرم که اینقدر داداشتو دوست داری. اما من اگه جات بودم نمیذاشتم وقتی چشم تو چشش میفته شرمندش باشم. حسن جون کشش ندارم، دل و دماغ دانشگاه رفتنم ندارم، اصلا درس خوندنم نمیاد. تنها چیزی که میخوام اینه که همه این مشکلا رفع بشه، مثل قبل بشینیم با هم، چه مشکلی نباشه. تو فقط ثبت نامو بکن، باقیش با من. الان فقط مهم اینه که کسی جاتو نگیره. باش. من نمیخوام داداش. مرسی، من نمیخوام. بفرما. من نمیخوام. نه ده که برگم دارم تعریف کن. بده خودم بده. بفرما حاج خانم. گلوتون رو تازه کنی. شما بفرمین حاج آقا. بفرمین گلوتون رو تازه کنیم. لا اله الا الله. آب میوه میل کنیم. برو خانه. برو. چه رویی هم دارم. شیرینی ها بردم. اصلا دیگه شیرینی ها شیرینی. مسعود ثانی، شما متهم هستید به تصادف منجر به قتل. اتهامو میپذیری؟ بله. دفاعی هم از خودتون داری؟ چه دفاعی آقای قاضی؟ زده آدم کشته فرار کرده. بشین آقا. آقای قاضی من اشتباه کردم. بله. کوتاهی کردم. شاید اگر اون مرحومو میرسوندم بیمارستان الان زنده بود. ولی بهتون عرض کردم که واقعا ترسیده بودم، شوکه شده بودم، نتونستم تصمیم درست بگیرم. من از شما و از خانواده مرحوم تقاضای بخشش دارم. چه بخششی نامرد؟
مگه تو مرد بودی واجد تو ما هم ببخشیم؟ بشین آقا. حاج آقا ما این آدم بی وجدان رو نمیبخشیم. حرف ما تصادف نیست، حرف ما اینه که چرا وای نستاده. این بی وجدان اگر اون روز بچم رو برده بود بیمارستان الان ما سیاه پوش نبودیم. حاج آقا این خانواده داغ دارن، منم یه مادرم میفهمم. بچه من اون لحظه دست باچه شده، ترسیده. شاید اگه من و شما هم بودیم تو اون لحظه این کارو میکرد. خانم محترم ما رو قاطی نامردا نکنی ها، به خدا آخر بی وجودی اینجوری بزنی و فلنگو ببندی. درست صحبت کن آقا، کسی فلنگو نبسته. بشین بچه برو تو. بشین آقا سر جا. بزور. اگه یک بار دیگه نظم دادگاه رو با هم بریزی میدم 24 ساعت بازداشت کنم. یعنی چه؟ آقای مسعود ثانی، به موجب موارد قانونی مربوطه شما محکوم به پرداخت دیه به خانواده مقتول و تحمل 6 ماه حبس تعزیری به دلیل فرار از محل حادثه شده. دیه شما به دلیل وقوع تصادف در ماه حرام 1/3 افزایش پیدا میکنه. رای حضوراً به نام برده ابلاغ گردید. آقای قاضی 6 ماه حبس فقط؟ جرأت دارید؟ ایشون 24 ساعت بازداشت هستن. ببرینش. منظور تقاضاتو پس میدی؟ میفهمی؟ نامر تقاضاتو پس میدی؟ مامان عزیز من، مامان قربونت برم الهی، شما فکر ما بهت گفته بودیم، فرض کن همه چیو میدونستی چی کار میخواستی بکنی؟ چه کاری از دستت برمیمد اصلا؟ آخه درد تو سر من بخوره یه همچین مسئله مهمی را آدم از مادرش پنهون میکنه؟ خب اگه من میدونستم که این بیمش تموم شده، اگه میدونستم که دیهشم خودمون باید بدیم، خب یه خاکی تو سرم میریختم مادر من، قربون تو من برم. شما الان اون خاکو بیا بریز تو سر من، کاری نمیتونیم بکنیم. یا باید خونه رو بفروشیم دیهشو بدیم، یا باید رضایت خانواده‌شو بگیریم. بله خدایا، آخه این چه مصیبتی بود سر من اومد، این چه بلایی بود سر ما اومد. باشه مامان حسن اومد. باشه بیا مادر اینجاست؟ مطمئنی داداش خونه نیست؟ آره این ساعتا سرکار آمارش گرفت، حالا ماشینش هم نیست. خب پس در بزن دیگه. کیه؟ سلام، ببخشید میشه در باز کنید؟ الو عصو کجایی؟ با خانواده اون نامرد اومدن اینجا. شما و حاج خانم داغ دارین، میدونم داغ اولاد برای پدر مادر خیلی سخته، ولی خب اینم اتفاق دیگه افتاده. نمیگم بچه من مقصر نیست، من قبول دارم بچه من مقصر بوده، ولی خب شما هم دیگه یه چی میخواین؟ سلامتیتون حاج آقا. 12 سال پیش شوهر خدا بیامرزم عمرش رو داد به شما، یه شریک داشت که زندگی ما رو نابود کرد، هست و نیستمونه به باد فنا داد، از عرش به فرش انداختم. من و این دوتا بچه از صبح تا شب دویدیم، من سوزن زدم و این دوتا بچه جون کندن تا بلکه بتونیم یه خونه نقلی بخریم. حاج آقا من این خانواده رو 20 سالی میشه میشناسم، خدا میدونه که همه محل سرشون قسم میخورن. مسعودم بچه نیست که کسی رو بزنه و فرار بکنه. اون شب هم نمیدونم چه اتفاقی افتاد که نتونست وایسه. اصلا شما خودتون میتونید بیاین توی محل تحقیقی بکنید ببینید چه جور بچه ایه. اگه کسی از گل کمتر بهش گفت شما هرچی خواستی به من بگو. نمیدونم اون شب چه اتفاقی افتاد که نتونست وایسه. الانم دیگه بخشش از بزرگان و اگر شما یه بزرگواری بکنید ببخشیدش. هرچی قانون بگه. حاج آقا درسته ما هم قانون رو قبول داریم، ولی شما هم ما رو خود درک بکنید.
واقعا برای من خیلی مشکله. این تاوانو پرداخت کردم. مگر اینکه خونه رو بفروشم، چاره‌ای ندارم. هرچی قانون بگه. حاج آقا تاوان دادن برای این خانواده خیلی کار سختیه. یعنی اگه بخوان دیه بچه شما رو بدن، باید خونه زندگیشون رو بفروشن و آواره بیابونا بشن. هرچی قانون بگه. جایی بابا یه ساعت رو زنگ میزنم. ترافیک بود تو هن؟ اگه تا حالا رضایت نگرفته باشم. بابا نپزنه سیقی. یعنی شما واقعا حاضرین که ما بریم تو خیابون چادر بزنیم، با دوتا بچه هم زیر چادر زندگی کنیم حاج آقا؟ هرچی قانون بگه. مگه نگفته اینا رو ندی؟ یالا نه، هری یالا. شما حرف دهن رو بفهمید، بهتون احترام می‌ذارم. حرف نزن تو، هیچ نگو. یالا. راست صحبت کن. بیا اینو بردار بیرون. داداش تو چرا اینجوری انقدر زود جوش میاری؟ داداش تو هم اینجوری کشته بودن جوش می‌آوردی. بندس مینم دست تو. احترامم خوب چیزه. آره داداش، آقای پاکی رو بریزم رو دست. من با رضایت و دیه و این داستانه هیچ کاری ندارم. میفهمی چی میگم؟ دیه میخوای بدین، میخوای ندین. رضایت میخوایم بگیرین، میخوای نگیرین. به من چه؟ بعد از مرگ اون خدا بیامرز، چه رو زمین باشم، چه زیر زمین، هیچ توفیری نداری. میفهمی چی میگم؟ آقا قربون تو برم. ببین، داداش من قاطیم ها. حرف نزن. آقا تو رو خدا تا کار دستمون ندادی برو. مگه نشنیدی چی گفت؟ هر چی که قانون بگه. تشماج خانم یالا. آروم آروم بچه ها. بگیر منو. بگیر. خیلی ممنون. مرسی. بفرم. تا من یه قدم بذارم شما صحبتتون رو با هم کنید. در خدمتتون هستیم. نمیدونم باید از کجا شروع کنم. ازتون خواستم بیان اینجا ببینیم همدیگر رو که راجع به یه موضوع مهمی با هم حرف بزنیم. بفرمایید. ببینید همونطور که خودتونم میدونین ما تازه دوباره داریم تولیدی رو راه میندازیم. بعد از اتفاقاتی که افتاد و ورشکستگی و فوت پدرم و اینها، مشکلاتی که پیش اومد، داریم سعی میکنیم کم کم دوباره روپای خودمون باستیم. من از خانواده متمولی هم نیستم، یه خانواده معمولی داریم، با برادر و مادرم زندگی میکنیم. میخواستم بدونم اگر شما هم قصد ازدواج داشته باشید، من از اونجایی که آدم مسئولیم امیدوارم بتونم که شما رو خوشبخت کنم. فقط یه موضوعی میخواستم بهتون بگم. من مثلا تحصیلات خیلی مهمه. پس اگر شما موافق باشید برای دوشنبه. آقای مسئول سانه، شما به جرم قتل هم بازداشت. کدوم قتل؟ کدوم قتل؟ عجز. الو. سلام مادر. سلام مادر. چی کار کردی مادر؟ هیچی، قاضی پرونده گفت فقط برای رضایت خانواده‌شون رو بگیریم. شما چی کار کردی؟ من که از صبح تا الان 100 جای این برون بر زدم. مردم از ما خودشون گرفتارترن. قربون تو من برم. یعنی چی؟ اگه بخوای منتظر وام باشی مادر، برادرت حالا بعد تو زندان بمونه. حسام جان مادر، من دارم میرم ملاقات. تو خودت از اون ور بیا. باشه خدافظ. مادر پدرش همش میگن هر چی قانون بگی. خود داداشم که خودت دیدی. خونه نبود رفتین؟ نه. وام چی شد؟ با مادر خیلی دردسر داره. خیلی دوندگی داره. تازه فکر می‌کنی چقدر میدن؟ اصلا کفاف کار ما رو نمیدی.
من دیگه مجبورم خونه رو بفروشم. چاره نیست بودم. حالا میخواین یه ذره صبر کنین، شاید کوتاه بیان راضی بشن حداقل پولو کم کم بهشون بدین. ولی این خانواده‌ای که من میشناسم به هیچ صراط مستقیم نیست. ما جز اینکه خودمون اذیت کنیم هیچ کار دیگه نمیتونیم بکنیم. اگه خونه رو بفروشیم دیگه نمیتونیم بخریم. فدای سرت مادر. هر یه روزی که تو اینجا هستی 10 سال به من و داداشت داره میگذره. قربونت برم، دیگه خسته شدیم، ما هم خسته شدیم. تو اونجا، ما هم اینجا، دیگه هیچی از همون باقی نمونده مادر. از اینجا میای بیرون، دوباره خونه میخری مادر، دوباره دوره هم جمع میشیم. تو خودت یادت نیست؟ یادت نیست پول همین خونه رو چجوری جفت و جور کردی؟ یادت نیست؟ حالش هم خدا کریم مادر، غصه نخور، همه چی درست میشه. باره ما شما درد نکنم اما یا مادر بعد از ظهر شما تشریف بیارید، من در خدمت شما هستم، براتون مینویسم. خدا خیرتون بده آقای اکبری. خواهش میکنم، دیگه کمترین کمکی که تو این شرایط میتونم براتون بکنم اینه که به قیمت مصرف کننده ازتون بخرم. وگرنه توی این بازاری که شما دارین میبینین اگر بفهمن که پول لازم هستید باور کنن که حتی 10-20 تومن زیر قیمت ازتون میخرن. وقت ما میتونیم تو خونه خودمون بشینیم تا شما یه خونه اجاره مناسب برام پیدا بکنین. هیچ مشکلی نداره، من خودم براتون یه جای مناسب پیدا میکنم. خیالتون راحت باشه، اصلا نگرانی نداشته باشید. دست شما درد نکنه. خواهش میکنم، پس محبت کنین که ساعت 5 اینجا تشریف داشته باشید دیگه. باشه چشم، خوش اومده. زحمت کشید. خواهش میکنم. یه قبلی شید.
حسام جان. حسام جان مادر دیر میشه ها. برای چی گریه داری میکنی قربون تو برم؟ برای این خونه؟ برای این چهار تا خشت؟ من حاضرم جون و عمرم بدم برای بچه‌هام، یک لحظه گرفتار و اسیر نبینمشون مادر. یه تار موی شما رو نمیدم به صد تا این خونه. برای چی ناشکری میکنی قربون تو من برم؟ خدا رو شکر سلامتی. برادرت فردا میاد، با هم بالاخره کار شروع میکنین، پول در میارین، خونه بهتر از این میخرین، زندگی همه چی جمع جور میشه. برای چی داری غصه میخوری آخه؟ غصه اینی که الان اون تو چهار دیواریه، من و تو هم بیرون این شم داریم آب میشی. برای چی خودتو ناراحت میکنی؟ پاشو پاشو آب به سر صورتت بزن، اشکاتم پاک کن، پاشو باید بریم بونگا، دیر میشه ها. قربونه تو من برم. خانم سانه محبت کنید که اینجا یه امضا بزنید. شما خدمت شما، بفرمید. حسام جان شما محبت کن بیا با عنوان شاهد اینجا رو امضا کن. آقای تهرانی شما محبت کن تشریف بیار، یه امضا هم شما بزن. خب خیره انشالله. این هم یه چک تضمینی، فردا میتونید برید بانک و نقدش کنید. خدمت شما. دست شما در دست. خواهش میکنم. البته 20 تومنش میمونه برای روز محضر، 30 تومنش هم میمونه برای رحم. ببخشید آقای اکبری، امکانش هست کل پولو الان بدین که مشکل ما هم حل شه؟ والا الان که نمیتونم، اما میتونم روز محضر رو بنازم دو سه روز دیگه. درست. خب حاج خانم خیره ایشالله، باعث نشد. دست شما درد نکنه، خدا حافظ، خیر پیش. میگم بریم بانک دیگه. دستتون درد نکنه، یعنی دیگه کاراش تموم شد؟ پس ما در زودتر پاشو بریم تا دادگاه تعطیل نشد. باعث نشد. خدا حافظ شما. درسته؟ درست. خب پس انشالله آزاد میشه دیگه نه؟ سه چهار روز کاراش طول میکشه. سه چهار روز طول میکشه؟ بله سه چهار روز کار داره، ولی من سعی میکنم کارتون رو زودتر انجام بدم. بپوسد استخوانم
عزیزم سی تو میگم خو نباشی وای بمیره دشمنات تا زنده باشی آقا مسعود دیدی گفتم میگذره شیش ماه هم گذشت برو مبارک باشه ان شاء الله آزادی همتون خدا حافظ با سلامات دوم بلند سرکار خسته نباش ثانیه برو آقا به سلامت سلامت بشی مامان آژانس اومد بودو بودو دیره بله 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 اومدی بریم مادر منم اومدم آقا سلام ببخشید مادر بیا خواهش بابا بریم گل بگیریم دانو کم شدم باید نگردیم اشنا منو هول میکنی بریم بابا بریم بیا بابا پول نیه بردم بیا نمیخوام آقا سر چهارای بعد یه شیرینی فروشی بیزند وایس اونجا میخوام شیرینی بگیرم چشم مادر جون قربونی برم من خودم میخوام برم شیرینی بخرم تو ماشین بشین من میخرم میام دست شما درد نکنه آقای رند آخه امروز داداش هم آزاد میشه واسه اون شیر نمیبریم به سلامتی چشمتون روشن ممنون دقیقا چند وقت تو بوده؟ شیش ماه و دو روز معلومه خیلی دوستش داری چون دقیقا آمار داری چند روز تو بوده دست شما نه بفهمید اون یه لحظه فقط بگیر ببینم فقط اون پوله رو نمی‌برم من دارم طبق معمول دیگه تو نداری چقدر شغلش بده من مادر بگی مادر مواظب باش ببخشید آقا بفرمایید بدید آقای ثانعی برو اونور بپوش چشم امید رحمانی ثانعی بله برو به سلامت دست شما درد نکنه شما خوبه سلام سلام خوبه سلام خوبه سلام خیلی خوش اومدیم با زحمت های مامان دارم دست درد نکنه مادر دست شما درد نکنه من نیستم باید بسن خودش بیاد با هم نه مادر الان میل ندارم دست درد نکنه چه خبر مادر خسته نباشی با زحمت های مامان چشمی روش همون شما خیلی ممنون یه مقدار ما وسایل مسائلش بخواد تحویل بگیره یه خود دون میکشه آره الهی من قربونت برم اومد
سلام. او چه خبره همه اون بابا خودم میمونم سلام ماما. همین لحظه هاست به یاد میمونم لحظه جزا بده چماری داشتم میکردم بچه ها خیلی زحمت کشیدن شیرینی آزادی خودت بزن سلام علیکم سلام حال شما شد خوب هستی محبت کردین تشریف آوردین مامان سارا خانم گوش کنید بله قبلا آشنا شدم مادر جون چقدرم خانواده خوب و مهربونی همین که شما تایید کنی بر من کافیه قربونت برم حالا یه خود خستگی از تن در بره هفته آینده رسما پا میشیم با یه دسته گل خوشگل میریم خونه شو قربونت صحبت چی بود صحبت هم شیرینی ای واسه یکی دیگه بخور نه دیگه اینو که نخوردم هنوز بریم مادر سلام مادر حال نه ترسین دیر نمیشه دارم میام بله هم گل خریدم هم شیرینی شما آماده این؟ اومدم خداحافظ سلام آقا منصور علیک حال شما خوبه؟ حال ما چه توفیری واسه تو داره؟ نامرد میزنی در میری؟ این رسمشه آخه آقا منصور این ماجرا که دیگه تموم شد یه اتفاقی بود گذشت ما که هم دیهش رو دادیم هم تاوانش رو پس دادیم ببین داداش تاوان دادی رضایت هم گرفتی همه کاری کردی بل. نامرد آدم وقتی به یکی میزنه وای میسه بالا سرش نه اینجا اینه یه زن بذاره بره آقا چرا متوجه نیستی یه اتفاق بوده بله من اشتباه تو گوش بده دیگه عزیز من مکه از یه همی چه یه اتفاقه یه اتفاقه دیگه گوش بده کار کردم خدا مسعود من قربونت برم چجوری باره تنها گذاشتی نبودی مسعود باش ببین حساب اومدید ببیندید مسعود ای عزیز دلم بله کیه مادر
مادر. سلام. 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 چی میخوان؟ بچه‌مو که گرفتی، خونمو که گرفتی، زندگیمو که گرفتید، اومدی نمک بپاشی رو زخمای دلم، اومدی بگی جایی بچه‌ت خالی نباشه، این از وضع زندگیمه، اون بچه‌م که زیر خلوارا خاک خوابیده، اما از این بچه‌م که هر روز داره میره سر خاک برادرشو به پهنای صورتش عشق میرسه، دیگه هیچی ازش باقی نمونده. تو رو خدا راحتم بذارین، من دیگه هیچی ندارم به شما بدم. دست از سرم اومد بذارین. معلوم نیست که از این بعد باید برم تو خیابون چادر بذارم و بقیه عمرم و با بچم زندگی کنم. بس کنین دیگه، راحتم بذارین. ما اومدیم تسلیت بگیم سال پسرتون. به خدا ما هم خود شدیم. تو این یه سال و نیمه هیچی ازمون نمونده. اون از امیرعلی، اینم از منصورم. تو یه پسرتو از دست دادی، من دارم دومیشم از دست میدم. به خود طاقت ندارم منصور رو بالای دار ببینم. حاضرم بمیرم ولی همچی صحنه ای رو نبینم. تو خودت مادری، اینو خوب میفهمی. آدم وقتی بچه‌شون یه دفعه از دست میده اینقدر عذاب نمیکشه که لحظه به لحظه روز به روز منتظره مردنش باشه. بیا مادری کن، بیا خانومی کن، بزرگی کن. منصور پسر تو که از عم نکش اتفاق بود، همینطور که مرگ امیرعلی هم اتفاق بود. بگذر مادر، بگذر، قربونت برم. اصلا پول دیت هم بگیر، هر چقدر پول این خونه میشه میدیم. تازه از این خونه بهترم میتونی بخری، هر چقدر بخوای بهت میدیم. فقط بگذر، بیا ما رو از این مصیبت نجات بده، هم خودتو هم ما رو. از هم بزن دستتو ببوسم. هرچی قانون بگه. میخوای تلافی کنی؟ به خدا با کشتن منصور دلت آروم نمیگیره، با داغدار کردن ما دلت آروم نمیگیره. اگر گذشت نکنی هم منصور رو کشتی هم ما رو. بلنشو بریم. Thank you.
بابا اینا خیلی رو دارن. خسته شدم دیگه، نباید راشون بدی. چرا راشون ندم؟ مگه نمیبینی با چه مصیبتی پا میشن میان اینجا؟ بابا مگه ما مجبورشون میکنیم بیان؟ جون بچهشون دست ماست، اگه ما بودیم نمیرفتیم؟ بی خیال مادر، چند روز دیگه که بکشنش بالا همه چی تمامه، راحت میشیم. به همین راحتی فکر کردی؟ تازه عذاب و وجدان ما شروع میشه. تو حالت خوشه مامان؟ یارو آدم کشته، باید تاوان بده. عزیز من عمدی که نبوده که، یه اتفاق بوده. اونم تاوان پس دادن، همون شب تصادف، همون شبی که بچهشون نیم ساعت تمام فقط رو زمین داشت جون میکرد. اگر مسعود این بند خدا رو میبرد بیمارستان زنده میموند، اونم تاوان پس داد. ما داریم به این خانواده ظلم میکنیم، نباید دیگه اینقدر کشش بدیم. من دیگه نمیتونم، واقعا نمیتونم دیگه. مامان تو میخوای به اینا رضایت بدی، من چند وقت حرفات فهمیدم، ولی من نمیذارم اینا رو پررو کنی، من نمیذارم رضایت بدی. حسام جا حسام جا الو سلام مادر، خوبی مهران جان؟ سلامات خانم. حسام پیش تو نیست؟ نه سر خاک که برگشتیم دیگه ندیدمش. ببینم زنگم بهت نزده؟ نه گروب رفته بیرون، گوشیشم تو خونه جا گذاشته، هرچند به تولیدی زنگ میزنم کسی جواب نمیده. ای بابا حالا شما نگران نباشید، شاید دوباره برگشته سر خاک مسعود. آره دیگه حتما رفته اونجا دیگه. خیلی خوب شما خودتو نگران نکن، من خودم میرم دنبالش. دست درد نکنه مادر، یه جوری ورش تو بیار. باشه باشه، به تو خبر میدم. خدا حافظ. داداش بلند شو بریم خونه، بلند شو مادرت منتظرته. بس دیگه، تا کی میخوای خودتو عذاب بدی؟ تا کی میخوای خودتو شکنجه کنی ها؟ به خدا این مسعود راضی نیست تو داری این کارا رو میکنی. اینطوری منم تو عذابم،
خدا سرشاهده یک سال من خواب و خوراک ندارم. از آب وجدان ولم نمیکنه. بس دیگه داداش. تو اگه اون شب زدی یه نفر رو کشتی، خب عوضش یه نفرم نجات دادی. اگه مادر من نمیرسوندی بیمارستان که من الان مادرم مرده بود. و بقیه اتفاقاتش هم چه میدونم تقدیر سرنوشت افتاد دیگه، تقصیر ما که نبود که. حسام جون داداش این قضیه رو اینقدر کش نده. بابا یک سال داریم عذاب میکشیم، بس اونه دیگه. الو سلام آش خانم. بله سر خاکم پیش احسانم. نمیدونم یه دندگیش گل کرده، اصلا هرچی بهش بگم نمیاد خونه. مادر وقتی اون یه دنده میشه ها هیچ کاریش نمیشه کرد. من الان خودم میام اونجا. من اینجا هستم دیگه. خدا حافظ. سلام علیکم. خسته نباشی. یه ماشین میخواستم. اشتراک 132. شد اومدی ماما. خب یه چیزی رو بگم که فقط اینجا میتونم. این شاخ شمشادی که الان این زیر خاکه، این بیگناهه. اون شب من پشت فرمون بودم، نه مسعود. من اون پسره رو کشتمش، نه مسعود. من الان باید مرده بودم، نه مسعود. من باید جاش خاک بودم، نه مسعود. جای من فوش خورد، جای من کتک خورد، جای من رفت زندان، جای من مرد، جای منم خاک شد. مامان دارم میترکم، دارم عذاب میکشم. تو منو ببخش. آج خانم من از روی هر دوتون شرمندم. اینطوری ها نیستش که حسام داره میگه. اون شب من حسام از خونه کشیدم بیرون. مادرم حالش بد بود، بهش گفتم ماشین رو وردا ببریمش بیمارستان. چه میدونستم اون اتفاق میفته. شما بعد منو ببخشی، منو حلال کنی. مادر میبخشی منو؟ بخشیدن من مهم نیست. تا
تو باید اول میرفتی حقیقتو میگفتی که این اتفاقا نیفته. هم تو اشتباه کردی، هم داداشو خدا بیامرزت. حالا مگه میخوای تا آخر عمر عذاب نکشی، فقط باید بری خودتو معرفی کنی. نترس مادر، برو خدا پشت پناهیته، برو مادر. Little